رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. آقای اکبانیان، چه نکات مهمی در نامه‌های گلرخ ایرانی و مریم یحیوی از نگاه شما برجسته اومد؟ این نامه‌ها چه پیامی برای جامعه دارند؟ سلام، وقتتون بخیر. بله، ببینید، خب پیام کلی هر دوی این عزیزان خب خطاب به جامعه است و که از همه مردم خواستن که مخالفتشون با اعدام رو به عنوان یک ضرورت در نظر بگیرن و مثل زنان زندانی سیاسی در واقع این مسئله رو باش هم پیمان بشن. اما خب نامه های گلرخ ایرانی و مریم یحیوی، اینو باید در نظر بگیریم که از بندی اومده. کمی الان پخشان عزیزی کنارشون اعدام گرفته و وریشه مرادی و نسیم سیمیاری، دو همبندی دیگرشون در خطر صدور احکام سنگینی مثل اعدام هستند. جایی که خب همین زنای زندونی توی ماهای اخیر بارها و بارها توش به اعدامها اعتراض کردن، اونم با وجود همه هزینه هایی که میتونه براشون در پی داشته باشه. حالا مریم اشاره کرده به اعتراض بند زنان به اعدام رضا رسایی، گفته که خشم تو گلوشون و اونها رفتن فریاد زدن، اما گارد زندان زورشون رو تو بازوشون جمع کردن و زندونیا رو کتک زدن. بلافاصله خب ما دیدیم مسئولین زندان اومدن و تکذیب کردن و گفتن که ما نزدیم و اونا مردای زندونی رو در واقع زده بودن. مریم میگه که تپه های ابرین شاهد تیربارون و اعدام های بهترین های ایران بوده. زنای زندونی میگه هم پیمان شدن واسه ریشه کن کردن در واقع مسئله اعدام. گلرخ ایرانی هم خب روی ضرورت پافشاری واسه ریشه کردن اعدام در واقع حرف میزنه. میگه که وقتی میخواین اعدام رو محکومش بکنید، نگی این طرف واسه چی اعدام گرفته، واسه دنبال دلیل نباشید، صرفا محکوم بکنید، چون اعدام قتل حکومتیه. هشدار داده که اگر رو تلاش واسه لغو مجازات اعدام بین مخالفان جمهوری اسلامی تفاهم ایجاد نشه، ما فردای بهتری رو نمیبینیم. شکل مخالفت ها رو هم گلرخ ترسیم کرده، گفته سانتیمانتال و نمایشی و گزینشی مخالفت با اعدام رو در نظر نگیرید، نگید اتهام یا تفکر طرف چیه. گلرخ خب الان حدود 2 ساله که خودش واسه بحث خیزش مهسا زندانی شده و 3 سال از حبس قبلیش رو هم که در واقع گذرونده بود توی زندان‌های آمول و زندان قرچک بودش. الان تو همین یادداشتش انتقال همبندی‌های قبلیش تو قرچک و آمول واسه اعدام رو روایت می‌کنه. میگه اون لحظه‌ای که اونا رو بردن و برنگشتن، یه چیزی توش کشته شد که باعث نفرت بیشترش از جمهوری اسلامی شده. حالا رفته سراغ نقطه پیوند مخالف‌های جمهوری اسلامی، یعنی همین مسئله سرنگونی، و میگه جمهوری اسلامی سنگ بناش رو کشتار مخالفا گذاشته شده. تأکید میکنه روی پایبندیش به مبارزه انقلابیش، اما در این حال میگه که مخالفتش با اعدام منافاتی با این مبارزش نداره و هدفش فرو ریختن اعدامه، که شده یکی از ارکان قدرت، یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی برای ترسوندن مردم در واقع داره استفاده میکنه. اما خب از همه خواسته که با کلیت اعدام مخالفت بکنن. چیزی مریم یحیوی هم با اون نه بزرگ به اعدام روز تاکید کرده، همون نقطه مشترکی که گلرخ و مریم و زنان و مردان زندانی و هر کسی که با اعدام به کلی مخالفه روش تاکید داره. ولی لازمه که فراگیر بشه این مسئله و به کل گلرخ اگه فراگیر نشه، انگار زدیم رو تبل بیهودگی و حکومت باز میکشه. هشداری که به گمان من باید بسیار جدیش گرفت. بله، سپاس از شما رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که از بروکسل همراه ما بودید.